تا همین چند وقت پیش آیفون رو داشتن با شارژرهای 5 واتی شارژ می‌شدن. بعدش یه سری شرکت اومدن شارژرهای 10 و 15 واتی و اینا رو آوردن. ولی الان داریم می‌بینیم گوشی‌های وان پلاس، شیائومی شارژرهای 120 واتی دارن. و همین موضوع باعث شد که توی اینترنت کلی سر و صدا بشه و آدما در مورد این صحبت بکنن که اگر گوشی دارید می‌خرید که شارژر فست شارژ بالای مثلا 50 60 واتی داره، قید باتریتون رو بزنید. احتمالاً گوشیتون مثل نوت 7 سامسونگ می‌ترکه و نمی‌تونید توی درازمدت روی باتری گوشیتون حساب بکنید. اما همه اینهایی که گفتم روی کاغذ و در عمل هم درسته؟ بریم بررسیش بکنیم. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به کالاتیک. توی این ویدیو قراره در مورد شارژ سریع صحبت بکنیم و اینکه آیا در نهایت این شارژرهای 120 وات و بالای 50 واتی که ما به دستمون میرسه باعث خرابی باتریامون میشن یا تکنولوژی امروزی تونسته یک جواب درست و حسابی واسه این موضوع هم پیدا بکنه و بتونه مشکلاتش رو برطرف بکنه. خب واسه اینکه بفهمیم داستان چیه، باید بفهمیم مثلا باتریای امروزی چه جوری کار میکنه. به صورت کلی باتری امروزی توی یک محفظه ای هستن که یک قطب مثبت و منفی داره و توی این فضا یک چیزی به اسم الکترولیت جریان داره که یک مایعیه که آیون ها بتونن راحت تر بین این قطب منفی و مثبت جابجا بشن. نحوه چرخه چه شکلیه؟ از منفی میره به مثبت و موقعی که دیگه همه آیون ها به فاز مثبت برسن دیگه این چرخه متوقف میشه و باتری ما تمومه و دیگه گوشیمون از اون به بعد نمیتونه کار کنه. پس باید گوشیامونو بزنیم به شارژ تا آیون هایی که توی بخش مثبت باتری هستن دوباره به سمت منفی حرکت بکنن و این چرخه هی تکرار و تکرار و تکرار میشه. این وسط یه چیزی باعث خرابی باتری های ما میشه، طول عمر باتری ها. این آیون هایی که شما دارید میبینید توی این الکترولیت در حال جریانن مثل نمک میمونن، بعد از یه مدتی جامد میشن به خاطر حالا گرما و خیلی چیزهای دیگه که روی باتری تأثیر میذارن و این فاز یه جورایی بهتون بگم کریستالی شدنشون باعث کاهش طول عمر باتریتون میشه. چرا؟ چون خب حساب بکنید تعداد این آیون هایی که توی باتری هستن هی داره کمتر و کمتر میشه. واسه همینه که مثلا شما میرید توی بخش باتری گوشی های آیفون میبینید مثلا باتری هلثتون شده 97%. این به خاطر اینه که اون تعداد کریستال ها یه جورایی داره آروم آروم زیاد میشه. ولی چیز اصلی که باعث میشه گوشی شما باتریش طول عمرش کم بشه چیزی نیست جز گرما. گرما خب این ور اون ور ما شنیدیم، مثلا میگن گوشید موقعی که به شارژه، البته بجز این گوشی های گیمینگ، باش بازی نکن، چون اینا باعث میشن که گرمای بیشتری تولید بشه موقعی که گوشید به شارژه و در نهایت باتری ضعیف بشه. این فکت کاملا درستیه و باید خیلی حواستون بهش باشه. اما چه اتفاقی میفته که اصلا گرما میتونه باعث خرابی باتری بشه؟ به صورت کلی باشه مثل اسفنج میمونه، موقعی که خالیه و هیچ آبی داخلش قرار نگرفته بیشترین میزان جذب آب رو داره. باتری هم همین جوریه، یعنی موقعی که خالیه و انرژی داخلش وجود نداره میتونه بیشترین انرژی رو جذب کنه، ولی هر چقدر که به اون مراحل پر شدنش نزدیک میشه این جذب انرژیش میاد پایین‌تر. دقیقا مثل اسفنجی که پر آبه و هر چقدر شما آب بریزید داخلش ازش سرریز میکنه. سرریز انرژی توی باتری ها چیه؟ گرما. و این گرما هر چقدر بیشتر بشه باعث اون کریستالی شدن‌های بیشتر آیون‌ها میشه. اینه اینه که اون آب رو مثلا یه آب نمکی درست کردید، آب رو خشک کردید و نمک‌های کریستالی اون تو باقی موندن. پس گرما عامل اصلی خرابی باتری است. چی شد که مردم اومدن در مورد این فست چارژینگ صحبت کردن و گفتن میتونه باعث آسیب دیدن گوشیتون بشه؟ همین گرما. گفتن موقعی که وات شارژر بره بالاتر و این سرعت شارژ دهی افزایش پیدا کنه طبیعتاً گرما هم داره بیشتر میشه دیگه و این گرمایی بیشتر باعث خرابی باتری ها توی دراز مدت میشه. ولی ما رفتیم کلی تحقیق کردیم در مورد مثلا گوشی های امروزی، نحوه تکنولوژیشون، توسعه ای که اینا پیدا کردن تا ببینیم این آیا واقعی هست یا نه. خب اولین چیزی که باید خب در موردش صحبت بکنیم اینه که
برخلاف چیزی که شما دارید فکر میکنید، این عددی که روی آداپتورتون نوشته قرار نیست به صورت مدام به باتریتون منتقل بشه. مثلا اگر یک باتری دارید که مثلا میتونه از شارژر 65 واتی پشتیبانی بکنه، اینجوری نیست که 65 وات از ثانیه اول تا ثانیه آخر به این باتری منتقل بشه. نه، به صورت کلی این 65 وات شاید توی چند دقیقه اوله که داره قدرت و انرژی رو انتقال میده به باتریتون. بعد از یه مدتی این هی آروم آروم شروع میکنه میاد پایینتر و در نهایت به عددهای خیلی کمتری مثل 10 وات 5 وات و اینا هم میرسه، اتفاقی که در نهایت باعث میشه که این میزان گرمای تولید شده توسط شارژر کاهش پیدا بکنه و همین موضوع میتونه خیلی خیلی کمک بکنه که گوشی های ما دیرتر خراب بشه. پس این رو در نظر بگیرید که یک شارژر 65 واتی به صورت مداوم قرار نیست گوشی شما رو با 65 وات شارژ بکنه. پس این یک موردیه که شرکت‌های سازنده موبایل اومدن توی گوشی‌هاشون توسعه دادن تا از خطرات احتمالی جلوگیری بکنن. در کنار این موضوع، این رو هم ما باید در نظر بگیریم که تکنولوژی‌های امروزی خیلی متفاوت‌تر از چیزی که ما انتظار داریم عمل می‌کنن. مثلا توی گوشی‌های وان پلاس اومدن از یک تکنولوژی متفاوت‌تری واسه این قضیه استفاده کردن. اومدن چیکار کردن؟ در واقع این حرارتی که داره تولید میشه رو فرستادن سمت شارژر، یعنی شارژره که بیشتر داغ میکنه موقع انتقال انرژی، نه باتری. و همین موضوع در نهایت باعث شد که طول عمر باتریای گوشیای وان پلاس بهتر بشه. از طرف دیگه وقتی که برید سراغ گوشیای شیائومی و وبسایت ها رو چک کنید، میبینید که کلی اطلاعات شیائومی در مورد گوشیاش، این شارژرهای 120 واتی که گوشی‌ها رو میتونه توی 17 دقیقه شارژ بکنه، دارن بهتون میدن. اما داستان اونا چیه؟ آیا دارن مثل وان پلاس عمل میکنن؟ اصلا. مثلا این گوشی‌ها یه سری شارژر 120 وات دارن که میتونن خیلی سریع گوشی‌های شما رو شارژ بکنن. ولی سیستمی که اومدن پیاده کردن سیستم هوشمندانه و جالبیه در نوع خودش. اومدن چیکار کردن؟ باتری رو نصف کردن. مثلا اگر شما یک باتری 5000 میلی آمپر ساعتی روی گوشی‌های شیائومی دارید، در واقع میشه گفت که دو تا باتری 2500 میلی آمپر ساعتی دارید توی گوشیتون. این دو تا جدا از همن، توی دو تا محفظه متفاوتن و در نهایت شارژر موقعی که میخواد گوشی رو شارژ بکنه مجبوره که مثلا اگر 65 وات اون 65 وات رو نصف بکنه و دو تا باتری رو اینجوری شارژ بکنه. همین حرکت هوشمندانه‌ای که شیائومی زده باعث شده که آمار گرم شدن این باتریای گوشی‌های شیائومی بیاد پایین. یعنی شما انگار دارید دو تا باتری رو با مثلا یک شارژر 50 واتی شارژ می‌کنید که هر کدومشون دارن 25 وات می‌گیرن و اونقدرها گرما تولید نمیشه. خیلی حرکت جالب و متفاوتیه. ولی خب معایبش چیه؟ خب به هر حال این باتری داره فضای بیشتری می‌گیره دیگه. یعنی می‌تونه هم باعث سنگین شدن بیشتر گوشیتون بشه، هم میتونه باعث شه که خب شیائومی نتونه گوشیایی رو بسازه که باتریای بزرگتری دارن. نگاه بکنید اکثر گوشیای پرچمدار رو میان رده شیائومی الان 5000 میلی آمپر ساعت میشه گفت ظرفیت باتریشونه. پس خب شیائومی به خاطر این تکنولوژیش نتونسته این باتری رو میزانش رو افزایش بده. اگرم خواسته افزایش بده، خب با گوشیای سنگین‌تری طرف بودیم. این مشکلشه دیگه و به صورت کلی شاید مشکل حادی نباشه، ولی خب ظرفیت باتری کمتر به هر حال میتونه یه کوچولو آزاردهنده باشه واسه کسایی که توی طول روز قراره خیلی از گوشیشون استفاده کنن. ولی خب همه اینها رو که بذاریم کنار، داریم میبینیم که تکنولوژی‌های امروزی اونقدر پیچیده و مدرنن که خیلی راحت میتونن از پس هر مشکلی بر بیان و یه راه حلی واسه مسائل اینچنینی ارائه بدن. پس نباید یه دفعه وحشت زده بشیم که چه اتفاق وحشتناکی داره میفته اگر 120 وات مثلا من شارژر داشته باشم. نه، مشکلی پیش نمیاد. و این رو هم باید در نظر بگیرید که هر سازنده‌ای یک استانداردی واسه زمان تخریب باتریش داره ارائه میده. مثلا توی آیفون ها اینجوریه که میگه آقا ما
80% رو، یعنی عمر باتری 80% رو قبول داریم واسه 500 تا چرخه شارژ. یعنی اگر شما 500 بار گوشیتون رو شارژ کنید و در نهایت سلامت باتریتون بیاد روی 80%، این میزان اوکیه و مشکلی واسه باتریتون ایجاد نشده. اگر اومد زیر این درصد، پس باتریتون تخریب شده و باید واسه عوض کردنش اقدام بکنید. این عدد واسه میشه گفت که گوشی‌های شیائومی رسیده به 800 چرخه. یعنی میشه گفت که اگر سلامتشون بیاد روی 80% و 800 چرخه نداشته باشن، اونجاست که باتری به مشکل خورده. و این 800 چرخه اگر مثلا شما بخواید حساب بکنید که روزی یک بار هم گوشیتون رو شارژ کنید، تقریبا بعد 2 سال دووم بیاره باتری و بعد از 2 سالی که باید اقدام بکنید واسه تعویضش. و در مورد همون قضیه‌ای که واسه وان پلاس ها گفتم و گفتم اونا اون بحث گرما رو بردن توی شارژر، نکته جالب اینه که خود وان پلاس استانداردش رو گذاشته روی 1500 چرخه، بعضی موقع هم بیشتر، مثلا 1600-1650. و خیلی عدد جالبیه ها، یعنی میگه بعد از 1650 تا این باید بیاد روی 80% وایسه. و میشه گفت که تکنولوژی های مختلفی که کنار هم دیگه دارن قرار میگن، هر کدوم یک بخشی از این مشکل رو حل کردن، هنوز نتونستن جهان شمول باشن و همه مسائل رو حل کنن. ولی خب داریم میبینیم که مشکلی قرار نیست واسه گوشیتون ایجاد بشه. شما میتونید تا 2 سال حداقل از عمر مفید باتری گوشیتون استفاده بکنید و گوشیتون هم سری شارژ بکنید. کیه که بعدش بیاد گوشیش 17 دقیقه شارژه؟ پس میتونید برید سراغش و استفاده بکنید. خلاصه که این رو گفتیم توضیح بدیم، شاید مشکلاتی که شما دارید یا نگرانی هایی که دارید برطرف بشه و یکم هم اطلاعات عمومی در مورد خود باتری ها و شارژرها هم به دست بیارید. نظرتون رو حتما واسمون بنویسید، لایک ویدیو هم فراموشتون نشه. بدونید خیلی دوستتون داریم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.